بان کی مون دبیر کل سازمان ملل دیروز در گزارشی که در مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد گفت که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران باعث افزایش تورم و بیکاری و کمبود مواد اولیه و از جمله مواد دارویی در این کشور شده. دیروز همچنین اعلام شد که کنگره آمریکا قصد داره تحریم‌های جدیدی رو علیه ایران تصویب کنه. رابرت منندز، سناتور دموکرات و عضو کمیسیون امور بانکی و مناسبات خارجی سنای آمریکا قصد داره خواستار اعمال مجازات‌های جدید علیه بانک‌هایی بشه که هنوز دارای مبادلات قابل توجه با بانک مرکزی ایران هستند. در حال حاضر فقط مبادلات مربوط به درآمدهای نفتی هدف تحریم‌های خارجی قرار گرفته. رابرت منندز همچنین خواستار مسدود شدن دارایی‌های ارزی ایران در بانک‌های خارجیه. بر اساس برآوردها 30% دارایی‌های ارزی ایران هم‌اکنون در بانک‌های خارجی سپرده‌گذاری شدند. به گزارش رویترز گفتگوهای مقدماتی برای تشدید مجازات علیه ایران بین کنگره و کاخ سفید شروع شده. بعضی از نمایندگان کنگره آمریکا خواستار تحریم کامل ایران به استثنای صادرات مواد غذایی و دارویی به این کشور هستند. غلام علی حداد عادل مشاور و از نزدیکان آیت الله خامنه‌ای دیروز در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت که جمهوری اسلامی ایران بر جنگ روانی و توطئه قدرت‌های غربی علیه بازار ارز و طلای ایران غلبه خواهد کرد. حداد عادل همچنین گفت که تحریم‌ها باعث چشم‌پوشی مردم ایران از انقلاب و حکومت اسلامی ایران نخواهد شد، بلکه قدرت اقتصادی این کشور را تقویت خواهد کرد. آرمین قوادی پاشا، اتاق خبر.